سلام بر شما، به خبر نیمروزی خوش آمدید. رقابت سیاسی سالم و واقعی در هماورد انتخاباتی نزدیک و نفسگیر نامزدهای پیشتاز در 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری، ستاد انتخابات کشور، راهیابی آقایان مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری. مرحله دوم جمعه 15 تیر. هیچ کدوم از نامزدها نتوانستند اکثریت مطلق آرا رو به دست بیارن. بدین ترتیب نفر اول و نفر دوم به عنوان بالاترین آرای هر حال این دوره معرفی خواهند شد به شورای نگهبان. بازتاب رقابت‌های انتخاباتی همراه با نشاط سیاسی در ایران در رسانه‌های خارجی. مردم ایران برنده اصلی انتخابات. کاربران نوشتند رأی دادم برای سربلندی ایران. دیگری نوشته است در طول تاریخ اتفاقات زیادی افتاده و آنکه به عقب برنگشته تویی وطن. آغاز کنگره بین المللی شهدای مدافع حرم و جبهه مقاومت در مشهد با پیام رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای. مدافعان حرم نجات دهنده ایران و منطقه هستند. این نقشه خیلی خطرناک، هدف این نقشه هم تصرف منطقه بود برای تصرف ایران. و جنایت دیگر صهیونیست‌ها در نوار غزه. در حملات جدید نظامیان صهیونیست 40 فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند. اسپانیا هم به شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین المللی دادگستری پیوست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند، با بخش خبری ساعت 14 در خدمت شما هستیم. ستاد انتخابات کشور اعلام کرد آقایان مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به مرحله دوم انتخابات راه یافتند. سخنگوی ستاد انتخابات گفت هیچ یک از نامزدها نتوانستند اکثریت مطلق آرا را به دست آورند و انتخابات به دور دوم کشیده شد. به گفته آقای اسلامی، نتایج نهایی شمارش و تجمیع آرای انتخابات ریاست جمهوری به شورای نگهبان فرستاده شده و پس از تایید شورای نگهبان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری جمعه آینده 15 تیر برگزار می شود. تعداد کل شعب در کشور 58640 شعبه، تعداد کل شهرستان 482 شهرستان، تعداد کل برگ‌های رأی مأخوذه 24,535,185 رأی. بدین ترتیب جناب آقای مسعود پزشکیان با 10,415,991 رأی، جناب آقای سعید جلیلی با 9,473,298 رأی، جناب آقای محمد باقر قالیباف با 3,383,340 رأی و جناب آقای مصطفی پور محمدی با 206,397 رأی. مجموع آرایی است که در انتخابات 14 ریاست جمهوری از کلیه حوزه‌های انتخابی به ستاد انتخابات کشور اعلام شده، تجمیع شده. خب این آمار برای شورای نگهبان ارسال میشه. تایید صحت انتخابات به عهده شورای نگهبان هست. بر اساس قانون به موجب ماده اصل 117 قانون اساسی و همینطور مواد قانونی انتخابات ریاست جمهوری، حتما یکی از هیچ کدوم از نامزدها نتوانستند اکثریت مطلق آرا رو به دست بیارن. بدین ترتیب نفر اول و نفر دوم به عنوان بالاترین آرای هر حال این دوره معرفی خواهند شد به شورای نگهبان و بر اساس قانون جمعه بعدی بعد از انتخابات مرحله اول بر اساس قانون به عنوان زمان
برگزاری مرحله دوم تعیین میشه که خب 15 تیر خواهد بود، البته بعد از تایید صحت شورای نگهبان. همانطور که گفته شد، آقایان مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به دور دوم انتخابات رفتند. خبرنگار ما گزارشی آماده کرده که میگوید برنده این انتخابات دیشب هم مشخص بود. میشه شما خبرنگار بشین در حد یک دقیقه برنده احتمالی رو اعلام کنید به این دوربین؟ سراغ تعدادی از آنهایی رفتیم که آمده بودند انتخابشان را بسپرند به صندوق‌های رای با یک پاکت و درخواستی از آنها برای خواندن برنده احتمالی انتخابات ریاست جمهوری. برنده یا موفق این فرد این انتخابات ریاست جمهوری رو به شما معرفی کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. فکر می‌کنید کی باشه؟ بذار باز کنم بهتون بگیم کیه. مطمئنم همونه. اونی که شما بهش رأی دادین به نظرتون هست؟ والا خیلی 100% نمیدونم. برنده 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری من هستم. بله دقیقاً. من هستم. برنده انتخابات 14th دوره ریاست جمهوری من هستم. ببینید نکتهش اینجاست که برنده احتمالی مردم ایران نیستن، برنده قطعی انتخابات مردم ایران خواهند. ما برنده احتمالی نیستیم، برنده 100% هستیم. همه ملت ایران مستحق بهترین ها هستن. برای اینکه ما تصمیم گرفتیم که چه کسی کرسی ریاست جمهوری رو به دست بگیره و ریل پیشرفت کشور رو ترسیم بکنه. مردم ناشن اصلا کلا ریاست جمهوری وجود نداره. کشوری که دموکراسیه همیشه همینه دیگه، برنده مردم هم. برای اینکه تغییری ایجاد بشه، حال مردم بهتر از اینی که هست بشه، کشورمو سرافراز کنم. کشور مثل مادرمونه، ریش غیرت داریم. بعد هر جایی که اسم ایران وسط باشه، هر کی با هر سلیقه‌ای میاد پای صندوق رای. رئیس جمهور 4 میام مثل یه مستجره، صاحبانه اصلی مملکت مردم هم. من برنده انتخابات هستم برای اینکه ایران، یعنی جمهوری اسلامی ایران رو دوست دارم. به نوعی دموکراسی که مد نظرم بوده رو تا حدودی تونستم درک بکنم تو مملکت خودم. همیشه پشت کشورم هستم و حرفای دیگران و کشورهای دیگه نمیتونه روم تاثیر بذاره. وطنمونه، سرزمینمونه، خاکمونه. وظیفه و کاری که باید انجام میدادیم و انجام دادیم. پاشدی اومدی، رأی دادی، احساس مسئولیت کردی، برنده دیگه. علاقه، اشتیاق. من 2-3 بار بردم اون سالمندان رو رأی دادن، اومدم این دومین بار، این سومین چهارمین بارمه که دارم خودم میام. همیشه پشت این وطن هستیم. باعث میشه که کشور ما در اوج بدرخشه، باعث سربلندی ما بشه. نگین این مملکت مردمشن. فارغ از اینکه از این صندوق ها اسم چه کسی بیرون میاد، مردم برنده انتخابات ریاست جمهوری هستند. فاطمه عبدالوند، خبرگزاری صدا و سیما. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست اندرکاران کنگره بین المللی شهدای مدافع حرم و جبهه مقاومت، مدافعان حرم را یک پدیده شگفت‌انگیز و مهم و یکی از مظاهر جهان نگری نظام جمهوری اسلامی خواندند و تاکید کردند حضور جوانانی با ملیت‌های مختلف در قالب مدافعان حرم نشان داد انقلاب اسلامی بعد از گذشت بیش از 4 قدرت بازآفرینی همان شور و حماسه اول انقلاب را دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار که روز 3 برگزار شد و امروز همزمان با آغاز کنگره در مشهد مقدس متن بیانات منتشر شد، با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای مدافع حرم و جبهه مقاومت به ویژه سردار شهید سلیمانی
دفاع از حرم را یک جنبه نمادین در دفاع از تفکر و آرمانهای صاحب آن حرم و اهل بیت علیهم السلام دانستند و گفتند آرمانهای بلند مکتب اهل بیت علیهم السلام همچون عدالت، آزادی، مبارزه با قدرت‌های ظالم و ایثار و فداکاری در راه حق همواره در میان وجدان‌های پاک طالب دارند. حضرت آیت الله خامنه‌ای حرکت دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا در دفاع از مردم غزه را نمونه‌ای از وجود وجدان‌های پاک در دنیا برشمردند و افزودند مهم این است این پیام دفاع از حرم که در واقع دفاع از آرمان‌های انسانیت است به گوش وجدان‌های پاک در دنیا رسانده شود. ایشان یکی دیگر از ابعاد موضوع دفاع از حرم را جهان نگری انقلاب اسلامی دانستند و خاطر نشان کردند هر حرکت و نهضت و انقلابی که از محیط بین المللی و منطقه خود غافل شود قطعا ضربه خواهد خورد، همان گونه که حرکت ملت ایران در قضیه مشروطه و در قضیه ملی شدن صنعت نفت به دلیل سرگرم شدن به مسائل داخلی و غفلت از دخالتگران خارجی آسیب دید و به سرانجام نرسید. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند امام بزرگوار رحمت الله علیه از همان روزهای آغازین نهضت اسلامی و همچنین از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره متوجه دخالت بیگانگان و نگرش جهانی و منطقه‌ای و سرگرم نشدن به مسائل داخلی بود و در بیانات خود در این زمینه تذکر و هشدار لازم را می‌داد. حضرت آیت الله خامنه‌ای حضور رزمندگان مدافع حرم در کشورهایی که دشمن برای آنها نقشه بسیار خطرناکی را طراحی کرده بود از مظاهر جهان نگری انقلاب اسلامی دانستند و گفتند نقشه خیلی خطرناکی بود. هدف این نقشه هم تصرف منطقه بود برای تصرف ایران، یعنی ایران اسلامی در مجموعه منطقه باید در تصرف آمریکا و دستگاه استکبار و استعمار قرار می‌گرفت. این نقشه برای این چیده بودن، خرج هم کرده بودن، 7,000 میلیارد دلار خرج کردن. یعنی این آماری است و رقمی است که شخص اول رسمی آمریکا بارها اعلام کرد، 7 تریلیون دلار در این منطقه اینا خرج کردن، برباد رفت، همه خرج اینا باطل شد. اینا میخواستن به وسیله داعش حکومت‌های تشکیل بدن به نام اسلام، دو طرف ایران اسلامی رو، شرق ما توی کشور، غرب ما توی کشور، اسلام تکفیری رو علم کنن و جمهوری اسلامی رو در واقع از با فشارهای گوناگون علاوه بر اقتصادی و اینها مذهبی و فکری و عقیدتی حل کنن، حزم کنن، از بین ببرن. حرکت مدافعان حرم اینو خونسا کرد. حضرت آیت الله خامنه ای نمایش توان انقلاب اسلامی در بازآفرینی شور و حماسه ذاتی خود در ابتدای پیروزی را یکی دیگر از ابعاد حرکت مدافعان حرم برشمردند و افزودند حضور جوانانی که امام و دوران دفاع مقدس را ندیده بودند برای دفاع از حرم نشان دهنده قدرت عجیب انقلاب اسلامی در بازآفرینی همان انگیزه های دینی و انقلابی 4 دهه پیش است. بعضی حتی از این کسانی که تحلیل های مادی گریبانشون رو گرفته و روها نمی کنه، هر کاری هم، هر استدلالی هم بکنید و هر درونی کو در خیال اندیش شد چون دلیلاری خیالش بیش شد، استدلال هم که میکنید به ذهنشون حاضر نیستن اون استدلال رو وارد کنن تا ذهنشون رو قانع کنه. چشمشون به غرب و به انگیزه ها و به همون مبانی فکری غلط غربیست. انتظار داشتن که انقلاب که قیامی علیه این فکر مادیست
به تدریج ضعیف بشه. بعضی ها خودشون اول انقلابی بودن بعد تبدیل شدن به یه چیز مخالف یا مقابل یا لااقل مغایر با تفکر انقلابی. اونا میگفتن که اگر اون کسانی هم که تو دفاع مقدس بودن اگر تا حالا میموندن مثل ما بودن، قیاس به نفس میکن. این جوان نشون دادن که نه، این غلطه، اینجوری نیست. صفا و شجاعت و ایثار و اخلاص و اعتقاد عمیق به مبانی اسلامی و انقلابی در این جوانهایی که رفتن واقعا شگفت انگیزه، واقعا یه پدیده بی نظیری است. انسان تعجب میکنه. جز لطف خدا، جز هدایت الهی و سرانگشت هدایت ائمه معصومین علیهم السلام چیز دیگری نمیتوانه باشه. رهبر انقلاب اسلامی برگزاری راهپیمایی هایی همچون 22 بهمن و یا تشییع های شگفت آوری همچون تشییع سردار سلیمانی و یا شهدای خدمت را جلوه های دیگری از قدرت بازآفرینی انقلاب اسلامی دانستند و تاکید کردند شهدای مدافع حرم و خانواده های آنها مایه افتخار و سرافرازی و نجات و کامیابی ایران اسلامی هستند و انقلاب اسلامی قطعا رهین این شهدا و خانواده های آنهاست. فرمانده کل سپاه در کنگره شهدای مدافع حرم و جبهه مقاومت گفت آمریکایی ها در سوریه و عراق میلیاردها دلار هزینه کردند تا مسلمانان را تسلیم کنند، اما شکست خوردند، که این نشانگر عظمت امت اسلامی است. در این کنگره برخی از خانواده های شهدا از کشورهای فلسطین، افغانستان، پاکستان، یمن، سوریه و عراق حضور داشتند. نخستین کنگره بین المللی شهدای مدافع حرم و جبهه مقاومت با نمایش تصویری سخنان رهبر انقلاب در مشهد آغاز شد. رحمت و خدا بر شهید سلیمانی که ایشون اشاره کردن که مبدع این فکر و این کار مرحوم شهید سلیمانی. در این مراسم که در رواق دارالمرحمه حرم مطهر رضوی برگزار شد، شرکت کنندگان بر ادامه راه آرمانهای شهدای جبهه مقاومت تاکید کردند. ما هم یعنی یسندون اهلهم در این موقعیتی که قرار گرفتیم و با مقاومتی که داریم بتونیم به مثابه یک دست هستیم با همدیگه در مقابل این دشمن. شرقه این کار از فروردین 1398 شد. 365 کتاب در رابطه با شهدای مدافع حرم، فرماندهان، خانواده ها تدوین شده. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در پیام خود به کنگره از شهدای جبهه مقاومت به عنوان نشان دهنده مسیر آزادی قدس نام برد و بر ادامه راه شهیدان تاکید کرد. همه اینها یعنی ما در مقابل خونهای پیروز بر شمشیر ظالمان و طاغوت و اشغالگران قرار داریم. سرلشکر سلامی فرمانده سپاه پاسداران هم در سخنانی بر ادامه راه شهیدان جبهه مقاومت تاکید کرد و ایستادگی در برابر متجاوزان و دفاع از حقوق مردم مظلوم منطقه را از اهداف جبهه مقاومت برشمرد. آنقدر این مقاومت عظیم و زیبا و درخشان و جذاب است که جاذبه های آن حتی به درون دانشگاه های آمریکا، به درون میادین شهرهای آمریکا، انگلستان، فرانسه، اسپانیا، استرالیا، به همه جا نفوذ کرده است. فلسطین به عنوان قطعه به ظاهر کوچکی از زمین امروز وسعتی جهانی پیدا کرده است. بیش از 5000 نفر از خانواده معظم شهدای مدافع حرم، تیپای فاطمیون، زینبیون، حیدریون و 7 کشور در این اجلاسیه حضور داشتند. فرشید عبدی، خبرگزاری صدا و سیما، رواق دارالمرحمه، حرم مطهر رضوی. بینندگان ارجمند، همونطور که در ابتدای خبرها اعلام شد، بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور، آقایان مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به دور دوم انتخابات راه یافتند. خب برای اطلاع از
روند بررسی صحت 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری و کم و کیف نظارت بر این انتخابات گفتگو می‌کنم با آقای طهان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان. سلام بر شما. از فعالیت ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات بگید و اینکه آیا تخلف یا شکایتی از سوی نامزدها یا مردم در سامانه نظارتی مردم ناظر ثبت شده و نامزدها در صورت اعتراض تا کی فرصت دارن اعتراض خودشون رو ثبت کنن؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران محترم و مردم خوب ایران سلام عرض میکنم. همونطوری که اشاره کردید، خب نتایج بررسی انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری توسط وزارت کشور اعلام شد و کار ستاد نظارت بر انتخابات همچنان ادامه دارد. چه نامزدها، چه مردم، همه کسانی که به نحوی ممکن است شکایتی در خصوص فرایند برگزاری انتخابات داشته باشند، میتونن از طریق مراجعه به سامانه مردم ناظر و البته به صورت حضوری هم دبیرخانه شورای نگهبان شکایت خودشون رو برای ما ارسال بکنن. ما امیدواریم که در اسرع وقت با بررسی موارد و شکایتی که دریافت میکنیم بتونیم صحت انتخابات رو مورد بررسی قرار بدیم. با توجه به اینکه بالاخره انتخابات به مرحله دوم کشیده شده، با بررسی این موارد امیدواریم که بتونیم در اسرع وقت نسبت به این موضوع هم اظهار نظر داشته باشیم. در روز انتخابات هم در پاسخ به سوالتون باید عرض بکنم، خب موارد جزئی به همکاران ما ارسال شده بود که اون موارد رو عزیزان در کارگروه‌های ششگانه بررسی کردن و تا حصول نتیجه پیگیری کردن. بله، تشکر میکنم از شما آقای طهان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان. مردم در روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری و حضورشون در پای صندوق‌های رأی از علل این حضور میگن و اینکه چه کسی پیروز واقعی کارزار انتخاباته. اهل کرمان است و با بچه‌های مردم سر و کار دارد. من حدود 30 معلم هستم. علاوه بر خاطرات 30 پای کلاس درس، از روزهایی میگوید با صحنه‌هایی خاطر انگیز. موقعی داشتم شناسنامه‌ها رو کنترل می‌کردم، یک بار دیدم اسم شاگرد خودم هست. بین دوستان دیگه از عوامل اجرایی بودم، برای من یه افتخار بود. از این دست خاطره‌ها برای دیگران هم زیاد ماندگار شده. مثلا این کشاورز روستایی. روستایی حالی داره، کسی که نوبت آبش هسته حتما با تا پایان ساعتش کنار مزرعه‌اش تو باغش باشه. یه دفعه می‌بینی یه نفر ربع ساعت، نیم ساعت، 20 دقیقه بعد از اون که ساعت انتخابات تموم شده میاد و خیلی اصرار داره شرکت کنه. آقا معلم و آقای کشاورز از همان مردمی هستند که همیشه پای صندوق‌های رأی بودند، هم برای مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور و هم به عنوان عوامل اجرایی برگزاری انتخابات، مثل این کارگر اهل دهلوران که در دوران دفاع مقدس پای صندوق‌های رأی بوده. صندوق‌ها زیر چادر بودند. این پیرمرد با عصا که دستش بود اومد، اصرار داشت که رأی خدا به صندوق بندازه. پرسیدم چرا شما با این وضعیت حال میای رأی میدی؟ گفت میخوام ثابت کنم که به دشمن که پای انقلاب و نظام و رهبری هستم. و یا این مادر که به همراه فرزند کاربر صندوق انتخابات بوده. من از اونجایی که خب واقعا شرایط سخت بود، با توجه به بچه 2 داشتم، بچه کوچیک بود، مامان خودم را آوردم و گفتم شما کنار بشینید، بچه رو داشته باشید، هر زمانی که نیاز باشه من به بچه میرسم، و در کنار اون پای صندوقم بودم. این آقا هم کارمند بانک است در ایلام. از خانواده‌ای میگوید که دست جمعی قبل از طلوع آفتاب به شعبه رأی‌گیری آمده بودند. رفتیم جلو، گفتیم حاج آقا جریان چیه؟ گفت من مثل نماز اول وقت اومدم تکلیف ما ادا بکنم. مردم سال هاست که میداندار برگزاری انتخابات هستند. مدت 5 که پای صندوق های رأی خدمت میکنم به مردم. ما از خود مردمیم، برای اینکه اومدیم این حماسه رو، اینکه انتخابات به بهترین شکل برگزار بشه. مانند دوره های انتخاباتی گذشته، 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری را هم مردم برگزار کردند. 800,000 نفر هستن. انصافاً کلن در جمهوری اسلامی ایران انتخابات نقش مردم به خصوص در اجرا، همینطور در نظارت، البته نظارت هم همین شیوه رو داره، مردم هن که میان کمک میکنن. تجربه‌ای که در این 40 چند سال گذشته بیش از 40 بار تکرار شده.
مردم برای مردم انتخابات برگزار کردند. رازی آقایی، خبرگزاری صدا و سیما. بیش از 1 میلیون نفر از قشرهای مختلف مردم، اهم از کارمند و کارگر یا شاغل و خونه‌دار، در نقش ناظر شورای نگهبان یا مسئول اخذ رأی و صندوق در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 14 با دستگاه‌های برگزاری انتخابات همکاری داشتند. نحوه برگزاری انتخابات را توصیف کردند. عالی بود. هم امنیتش هم از لحاظ جمعیت عالی بود. انتخابات در آرامش انجام شد. نزدیک که من به خانواده‌ام رفتم. خوب بود. خیلی خوب بود. تو محله ما رفتیم رأی دادیم تو مسجد. اگرچه رئیس جمهور در انتخابات دور اول مشخص نشد، اما این انتخابات یک برنده داشت. خود مردمن. چون هر چی که تو این جامعه اتفاق میفته برای مردم میشه. وظیفه ما چیه؟ بریم مرحله بعد دوباره بازم شرکت کنیم. ما هم تو این وطن داریم زندگی میکنیم دیگه، برای دفاع از وطنمون، برای حفظ ارزشامون باید شرکت کنیم. ما حتما باید ادامه بدیم، چون هر رأی ما یه رأی به جمهوری اسلامی ایران. کاری که به قول گفتن نصف انجام دادیم ادامهش میدیم، دوباره رأی میدیم. باید همچنان پیگیر باشیم، اگه مناظره ها بود دوباره توجه کنیم، برنامه ها رو گوش بدیم و یه تصمیم درست بگیریم. نتیجه انتخابات هر چی که باشد، مهمترین رکن آن برگزاری یک انتخابات سالم با محوریت مردم است. محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما. 17 روز تبلیغات فشرده انتخابات ریاست جمهوری و نقش پررنگ رسانه ملی در معرفی برنامه‌های نامزدها. رسانه ملی یکی از اعضای کمیته برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این فرصت کم تلاش کرد تا به وظایف خود به بهترین شکل عمل کند. ایران در یک قاب. پشت دوربین هایی که این قاب رو ثبت کردند، نیروهای رسانه ملی قرار داشتند. ما 5 صبح سازمان بودیم. دیگه کم کم گروه ها آماده اعزام شدن به سر برنامه. رأی اولیان که برای خودم تداعی خاطرات گذشته خودم شد که اولین رأیی که دادم، بیشتر این برام جالب بود. و جلوی این دوربین ها راویان یک روایت. واقعا احساس خستگی نمی کنیم و این احساس خستگی نکردنه به خاطر اون شروع حال عجیبی هستش که در این فضا و اتمسفر جاری هست. خبرنگاران و تصویربرداران خبرگزاری صدا و سیما هم از ساعت ابتدایی صبح راهی میدان شدن. سعی کردیم از بهترین عوامل خبری و خبرنگاران استفاده بکنیم و در بیشتر حوزه‌های رأی‌گیری هم خبرنگارانمون حضور دارن، هم در واقع تونستیم ارتباط زنده بدیم و صفحه‌های رأی‌گیری رو نشون بدیم. کدام به نقطه ای رفتن تا انتخابات رو روایت کنند؟ دو تا در واقع خصیصه مشترک داشتن همه گزارش ها، یکیشون تبیینی بود و دیگری تاییدی. و اینجا در اتاقهای تدوین یک فراورده خبری تولید شد به دست با تجربه ترها و یا جوانهایی که اولین پوشش انتخابات ریاست جمهوری در رسانه ملی رو تجربه می کردن. اولین دوره ریاست جمهوریم تو سازمانه. اینجا اتاق فرمان پخش خبرهای خبرگزاری صدا و سیما، جایی که تلاش صدها نفر از همکارانم هم در سراسر کشور از لنز دوربین ها به محضر دیدگان شما میرسه. قبل از 8 تیر هم رسانه ملی در فرصت کمتر از 1 ماهی که داشت، میلیون ها دقیقه مستند، برنامه گفتگو محور، میزگرد تخصصی، مناظره و برنامه رادیویی روانه آنتن کرد با هدف افزایش مشارکت و انتخاب آگاهانه مردم. صدا و سیما چقدر تاثیر داشت توی این داغ شدن تن؟ خب البته بعد از اون سوگ سنگینی که پیش اومد، از همون روزای اول به لطف خدا و همت همه برابچه های صدا و سیما خیلی کارهای خوبی انجام شد. این آگاهی بخشی، این تبیین
مسائل. مناظره ها فکر میکنم خیلی تاثیرگذار بود، معرفی ها هم تاثیرگذار بود. خیلی تاثیر داره، حال و هوا رو بیشتر به مردم نشون میدن و مردم با این دیدن این حال و هوا بهشون یک انرژی دوباره داده میشه تا بتونن دوباره بیان رأی بدن. عزیزان اینجا زحمت کشیدن و تلاش کردن تا جایی که از دستشون برمیاد، این مدت کوتاهی که برای تبلیغات وجود داره، پیام ها رو به گوش مردم برسونم. خیلی تلاش شده، به خصوص میزگرداری خوبی و جدی بود، سوالات خیلی جدی بود و یه خورده مسائل اصلی مردم به بحث گذاشته شد. نه خیلی خوب بود. نامزدها بتوانن با مردم صحبت کنن، همه امکان مساوی داشته باشن. الحمدلله صدا و سیما در حد امکان خودش این بستر رو فراهم کرد. برنامه‌ریزی خوب صورت گرفت. البته یه اشکالاتی بود، من چون کار اجرایی کردم کاملا طبیعی است که در این فرصت نسبت به فشردگی زمان کار بسیار خوبی بود. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما. بیش از 220 هزار مامور نیروی انتظامی وظیفه تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده داشتند. به گفته فرمانده کل انتظامی، این نیروها از آغاز تا پایان شمارش آرا در همه مراحل حاضر بودند. این خودرو که در آتش می‌سوزد ماشین یک مامور پلیس است. اسفند ماه سال گذشته ساعات پایانی انتخابات مجلس در شهرستان پل دختر، عده‌ای خرابکار به یکی از حوزه‌های اخذ رأی حمله می‌کنند. این افراد قصد دزدیدن صندوق‌ها و ابطال آرا را داشتند، اما حافظان امنیت در آنجا بودند. صندوق‌ها رو سریعاً به قسمت طبقه فوقانی اون اداره منتقل کردیم. جای امنی بود تقریباً. یعنی صندوق‌ها رو برداشتید و بله، بردیم اونجا. بردیم و الحمدلله از گزند و شر این اراذل در امان نگه داشتیم و ما الان لبخندی هم که میزنیم به خاطر همینه که صندوق ها حفظ شدن. اراذل اوباش هم برای تلافی خودروی آقای پلیس رو به آتش کشیدند. با چشم خودم دیدم که خلاصه خودرو تو دارن میشه. بله. پیش صندوق واسطه بودیم اون لحظه. بله، اون دقیقا داخل نمازخونه پیش صندوق ها بودیم. خب ما نگهبان آرا مردم بودیم، به اصطلاح وظیفه‌مون بود، این لباسمون اینو میگه. این مرد فقط یک نمونه از فداکاری نیروهای پلیس را نشان داد. اما وقتی برای رای دادن میرویم، شاید کمتر کسی به حضور ماموران پلیس در شعب اخذ رای توجه کنند. نیروهایی که از چند روز قبل در محل اخذ رای مستقر میشوند و با آغاز رأی‌گیری تمام قد و خستگی ناپذیر محافظ جان و صندوق‌های آرای مردم هستند. حتی برای هموطنانی که در مناطق صعب العبور زندگی می‌کنند، فراجا با بالگرد صندوق‌های رأی‌گیری را اعزام می‌کنند. اینجا منطقه صفر مرزی تقریباً 40 کیلومتری ارومیه. در این دما و در این ارتفاع لندینگ بسیار مشکله. با حضورشان دلگرمیم و خیالمان راحت است. تا پایان شمارش آرا هم حضور دارند. امنیت انتخابات در 3 سطح در دستور کاره، یعنی در زمان قبل از انتخابات که شامل مراسمات و تبلیغات، موضوع دوم حین انتخابات، یعنی زمانی که مردم میرن پای صندوق که نامزد مورد نظر خودشون رو انتخاب کنن. کلیه شعب، کلیه صندوق ها، هم از ثابت و سیار و همچنین مراکزی که بایستی از صندوق ها برای شمارش استفاده بشه، تحت نظارت و امنیت کامل به سر خواهد بود. و بعد از انتخابات هم اینکه موضوع شمارش ها تمام بشه در امنیت کامل. در ماده 19 و 68 قانون انتخابات تامین نظم و امنیت بر عهده پلیس است. از مرز تا به مرکز کلیه همکاران من، هم از دوستان مرزبانی، عزیزان انتظامی، یگانهای تکاوری و سایر مجموعه آماده هستند که امنیت کامل و در خور شأن مردم را انشالله اجرا کنند. نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما. حضور روز گذشته مردم پای صندوق‌های رأی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت. بیش از 500 خبرنگار از 150 رسانه خارجی مقیم و غیر مقیم وابسته به 31 کشور 14 امین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران رو
پوشش میدانی دادن. همونطور که در پشت سر من می‌بینید، برخی از مراکز رأی‌گیری شلوغ‌تر از بقیه هستند و استقبال خوبی شده و روند رأی‌گیری بدون مشکل در جریان است. این توصیف خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره است از حضور مردم پای صندوق‌های رأی. حضوری که خبرنگاران خارجی می‌گویند در فضای سالم نمود پیدا کرد. استقبال گسترده‌ای در این شعبه اقصى رأی یعنی حسینیه ارشاد از انتخابات شده. انتخابات در فضای سالم انجام میشه و هیچ مشکلی در روند رأی‌گیری وجود نداره. رقابتی بودن 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری موضوع دیگری بود که برای خبرنگاران خارجی جلب توجه کرد. رقابت بین ایرانیان در این دوره بسیار جدی است. میزان مشارکت زیاد است و فضای رقابتی بر انتخابات حاکم است. انتخاباتی سالم آن هم در فضای کاملا جدی و رقابتی که خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین دلیلش را اینطور بیان می‌کند. هذه الانتخابات تنافسيه. یکی از ویژگی‌های بارز این دوره از انتخابات در ایران رقابتی بودن آن است و دلیل آن همین است که تقریبا نامزدهای همه جناح‌ها در این انتخابات هستند. انتخابات ریاست جمهوری در ایران که آنطور که خبرنگار شبکه تلویزیونی CNN آمریکا می‌گوید برای تمامی کشورهای منطقه و جهان مهم است. بله، من فکر می‌کنم که این انتخابات می‌تواند تأثیرات بزرگی بر روابط بین‌المللی و منطقه داشته باشد، چرا که ایران در خاورمیانه نقش بزرگی دارد. این انتخابات برای آمریکا هم مهم است، چرا که قطعاً بر منافع آمریکا در خاورمیانه تأثیرگذار خواهد بود. یاد زنان و کودکان فلسطینی در برخی از شعبه‌های اخذ رأی هم برای خبرنگار خبرگزاری یونیوز جالب بود، به طوری که نوشت فلسطین در انتخابات ریاست جمهوری ایران هم حضور دارد. بازتاب لحظه به لحظه حضور مردم در 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری، آن هم در صدها شبکه تلویزیونی و خبرگزاری‌های جهان، نشان از جای ایران در سطح منطقه و جهان دارد. مجتبی شاه‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما. حالا هوای انتخابات همچنان در فضای مجازی داغ است. رأی دادم و حضور مردم عبارت‌هایی است که زیاد در پست‌های کاربران دیده میشه. رأی دادم، کلیدواژه‌ای که بعد از پایان رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری 14th در میان کاربران فضای مجازی پر تکرار شد. برخی کاربران نوشتند رأی دادم برای سربلندی ایران. دیگری نوشته است در طول تاریخ اتفاقات زیادی افتاده و آنکه به عقب برنگشته توی وطن. و دیگری نوشته است رأی دادنشان اهمیت داشت، شبیه به همان مرزبانی که برای امنیت کشور از خیلی چیزها گذشت. تصاویر خانواده شهدا پای صندوق‌های رأی هم از پرتکرارهای مجازی بود. رأی دادم به نیابت فرزند شهیدم حسین عزانی و حضور دیروز مردم با هر سن و سالی پای صندوق‌های رأی امروز سرفصل مشترک پست‌های مجازی است. آینده سازای ایران هم رأی به جمهوری اسلامی رو تمرین می‌کنن. من رأی میدم چون هرچی بی وطن و وطن فروشه میگن رأی نده. من نه بی وطنم نه وطن فروش، پس رأی میدم. امیدوارم رأی بدی. زندگی خسته میشی، اذیت میشی. نه کاربران فضای مجازی از شمارش آرا هم گفتند. یکی نوشت این فاصله نزدیک و نفسگیر بین نفر اول و دوم یعنی رقابت و انتخابات سالم. به تعبیر یکی از کاربران دیروز انتخابات یک میدان بود با بازیکن‌های متحد. صرف نظر از اینکه به چه کسی رأی دادید، همین که در انتخابات شرکت کردید یعنی دل در گرو ایران دارید و برای آبادانی این خاک تعصب دارید. دم همتون گرم. بهار استادی، خبرگزاری صدا و سیما. در حملات 24 ساعت گذشته رژیم صهیونیستی 40 فلسطینی در نوار غزه به شهادت رسیدند. در حمله هوایی اشغالگران به خانه در اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه هم شماری زخمی شدند. نظامیان صهیونیست همچنین چادرهای آوارگان فلسطینی را در منطقه ساحلی المواسی در شمال غرب شهر رفح آتش زدند.
منابع محلی هم از حمله شدید توپخانه رژیم صهیونیستی به دو محله شجاعیه و زیتون شهر غزه خبر دادند. در خبر دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرد واشنگتن از 7 اکتبر 15 مهر 1402 14000 بمب 2000 پوندی بیش از 907 کیلوگرمی به تل آویو فرستاده است. 4 نظامی صهیونیست در کمین نیروهای مقاومت در نوار غزه به هلاکت رسیدند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی از کشته شدن 2 نظامی این رژیم در رفح و 2 نظامی در محله شجاعیه در شهر غزه خبر دادند. چندین نظامی صهیونیست هم زخمی شدند که یکی از آنها دچار مرگ مغزی شده و وضع وخیمی دارد. این نظامیان در یک ساختمان و 2 تونل بمب‌گذاری شده کشته و زخمی شدند. پس از حملات مقاومت، بالگردهای رژیم صهیونیستی تلفات ارتش را از محله شجاعیه منتقل کردند. اشغالگران در واکنش به هلاکت نظامیان خود، حملات به شجاعیه را شدت بخشیدند. حزب الله اعلام کرد در 24 ساعت گذشته در 8 عملیات پایگاه‌ها و پادگان‌های نظامیان صهیونیست را در مناطق مختلف شمال سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داده. خب با همکارم مستقر در مرز لبنان با فلسطین اشغالی همراه می‌شیم. آقای عظیم‌زاده سلام بر شما. کدوم مواضع صهیونیست‌ها هدف مقاومت لبنان بوده؟ از جزئیات عملیات به ما بگید. آقای صادقی، بینندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. اینجایی که بنده الان مستقر هستم ایتاشعب در جنوب غربی لبنان، جایی رو که جنگنده ها و توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی بیش از 1000 بار به اینجا حمله کردند و 1000 واحد مسکونی در اینجا هم تخریب کامل داشته، مثل همین منزل مسکونی که الان ما بر روی ویرانه هاش ایستادیم توسط جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی. 500 منزل مسکونی به شکل کامل اینجا تخریب شده. بیشترین حجم ویرانی و حملات به منطقه ایتاشعب در جنوب غربی لبنان صورت گرفته. شما مقابل اینجا میتونید راهب نظامیان صهیونیست رو ببینید که در فاصله کمتر از 1000 متری ایتاشعب و محل ارتباط زندگی ما قرار داره، در کنار پایگاه راهب که حزب الله این پایگاه رو 130 بار به وسیله انواع سلاح‌های سنگین خودش هدف قرار داده. پادگان برانیت نظامیان صهیونیست مقر فرماندهی لشکر 91 ارتش رژیم صهیونیستی قرار داره که حزب الله مقر فرماندهی اونها رو انقدر توی این 9 ماه طی 150 عملیات مختلف با موشک‌های سنگین برکان و سایر موشک‌ها هدف قرار داد که مقر فرماندهی لشکر 91 ارتش رژیم صهیونیستی از پادگان برانیت به عمق سرزمین‌های اشغالی به فاصله حدوداً 7 کیلومتری شمال غربی سرزمین‌های اشغالی منتقل شد. همچنین پایگاه رامیای نظامیان صهیونیست هم در همین منطقه، یعنی مشرف به همین منطقه ایتاشعب قرار داره. در طول حملاتی که همونطور میتونید ملاحظه بکنید، 500 واحد مسکونی دیگه علاوه بر اون 500 تایی که به شکل کامل تخریب شدن، 500 واحد مسکونی دیگه هم در ایتاشعب بین 30-70% بهشون آسیب وارد شده. امروز در اینجا و در ایتاشعب تا ساعتی دیگه 2 رزمنده شهید حزب الله، عباس سرور و محمد قاسم، با حضور اهالی جنوب و همچنین اهالی لبنان در زادگاهشون تشییع و به خاک سپرده خواهند شد. تشکر میکنم از حسن عظیم‌زاده خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در مرز لبنان با فلسطین اشغالی. اسپانیا به شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین المللی دادگستری میپیوندد. دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد اسپانیا درخواستی برای پیوستن به شکایت آفریقای جنوبی مبنی بر متهم کردن رژیم صهیونیستی به ارتکاب نسل‌کشی در غزه به این دیوان ارائه کرده است. اسپانیا که این روزها شرکای خود را برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین هماهنگ می‌کند، خودش فلسطین را به رسمیت شناخته است. پیشتر دیوان بین المللی دادگستری در شهر لاهه هلند حکم توقف فوری عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در رفح را صادر کرده و بازگشایی گذرگاه رفح را برای ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه خواستار شده است. رئیس جمهور شهید برای احیای دریاچه ارومیه طرح‌های ویژه‌ای از جمله تکمیل طرح
سامانه انتقال آب کانیسی و اختصاص حقابه از سدهای حوضه آبریز ارومیه را پیگیری کرد. طرحی که موجب احیای بزرگترین دریاچه داخلی ایران شده است. لحظه شیرین تحقق یک ایده. سال 95 اینجا رو شروع کردیم. جدال با سنگ‌ها در اعماق زمین که تمام شد، آن بیرون جدالی بزرگتر بین مرگ و زندگی بود. من واقعا متاسف شدم که این دریاچه رو اونجوری دیدم. دریاچه ارومیه برای زنده ماندن منتظر جاری شدن آب از این تونل بود. تونل انتقال آب کانیسی. آب جاری شد. اما نه در تونل، بر سرش آوار شد. اینجا بحرانی ترین نقطه است در این 750 متری که تونل آسیب دیده. دلیل فشار زیادی که توی محدوده حدود 700 متری این تونل بوده، ما شاهد شکستگی های زیادی هستیم. در روزهایی که همه ناامید بودند، این پرواز بر زمین نشست. برنامه‌ریزی کردیم که هرچه سریع‌تر دریاچه ارومیه برسه به کارش به سرانجام. امیدها زنده شد. تونل هم انشالله با رفع مشکلات فنی که داره هرچه سریع‌تر تلاش میکنیم که تکمیل بشه. 35000 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده که از این مبلغ 10000 میلیاردش در دولت 13 این مبالغ تخصیص داده شد. و سرانجام خودش آمد و کار ناتمام را تمام کرد. طرحی زیست محیطی است که نشان دهنده اهمیتی است که جمهوری اسلامی ایران به حفظ دریاچه ارومیه دارد. دریاچه ارومیه حالش خوب است. پرندگانش آواز زندگی سر دادند. مردم پر آب شدنش را جشن گرفتند و برای دیدنش کیلومترها به صف شدند. ما زنده ایم به آب و پر شدن آب دریاچه. واقعا مردم سرحالن، مردم خوشحالن. آخرین طرح نیمه تمام انتقال آب به دریاچه ارومیه هم به بهره برداری رسید. این بار خودش نبود، اما همه جا پر بود از یادش. امید شکریازی، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا برکناری بایدن از ریاست جمهوری این کشور را خواستار شد. مایک جانسون با خطرناک توصیف کردن وضع کنونی بایدن برای آمریکا گفت با استناد به متمم 25 قانون اساسی آمریکا، کابینه ریاست جمهوری باید بایدن را به علت ناتوانی در اداره امور از کار برکنار کند. بر اساس متمم 25 قانون اساسی آمریکا، اگر رئیس جمهور نتواند وظایف خود را انجام دهد، معاون رئیس جمهور زمام امور را به دست می‌گیرد. نشریه وال استریت ژورنال هم گزارش داد عملکرد ضعیف بایدن در نخستین مناظره انتخاباتی خود با ترامپ موجب نگرانی دموکرات‌ها شده و آنها به فکر جایگزینی وی هستند. برخی از قانونگذاران دموکرات هم بعد از عملکرد ضعیف بایدن در مناظره روز پنجشنبه کنارگیری او را از دور رقابت‌های انتخاباتی خواستار شدند. با این حال بایدن اعلام کرده در مناظره انتخاباتی بعدی با ترامپ در شهریور شرکت می‌کند. رئیس جمهور روسیه با انتقاد از اقدامات آمریکا در خصوص تولید و استقرار موشک‌های اتمی میانبرد گفت کرملین تولید موشک‌های اتمی میانبرد و کوتاه‌برد را آغاز می‌کند. ولادیمیر پوتین افزود روسیه باید متناسب با استقرار موشک‌های اتمی آمریکا تصمیم گیری کند. بر اساس پیمان منع موشک‌های اتمی میانبرد بین آمریکا و شوروی، تولید، خرید یا آزمایش موشک‌های زمینی با برد 300 تا 3400 کیلومتر ممنوع بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا سال 2017 یک جانبه از پیمان منع موشک‌های اتمی میانبرد خارج شد. امروز شنبه 9 تیر 22 ذوالحجه و 29 ژوئن است. در تهران غروب آفتاب ساعت 19:24 دقیقه، اذان مغرب ساعت 19:45 دقیقه و نیمه شب شرعی هم
ساعت 23:15 خواهد بود. بینندگان ارجمند و گرامی، خیلی تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.